السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر من از ترکیه در موارد بگو مگوهای واتساپ و موارد پرایویسی واتساپ که چند قبل توسط فیسبوک خریداری شد و ای فعلا از مالکیت فیسبوک هست در مالکیت فیسبوک در ماده. اینا سوالات داشتن که آیا راستی واتساپ انفورمیشن و دیتا را با فیسبوک شیر میکنه ویا یا چطور در مورد واتساپ ما تحقیقاتی که کردم پیدا کردم که بعد از اینکه مالک از این فیسبوک شد فیسبوک به مو منوال که پرایوسی مردم ها در نظر نمیگیره به مثال شما اگر در گوگل کروم در تان یا در یک براوزر دیگه در تلفن هایتان یک چیز را سرچ بکنین مثلا نشته کنین که سنگل بید تخت یک نفره یا تخت خواب یا چوکی یا داینینگ تیبل هر چی که باشه خوبی را خلاص کنین از براوزر برای خارج شوید آجل میبینین که فیسبوک وقتی که در دا تایملینش داخل شدین میبینین که امون چیز را که شما سرچ کردین در گوگل او را فیسبوک براتان میره در صفحه های تایملاین خودتان میره یعنی در صفحه رخنمای خودتان او را فیسبوک میاره این از کجا میگیره فیسبوک یک سیستم بسیار روبست و بسیار یک سیستم مخفی استخباراتی بر خود جور کرده که او را به نام بک‌گراند اینتلیجنس میگه او چه میکنه که در خود اپ فیسبوک در داخل تلفن شما که داخل میشه وقتی که اینستال میکنین این تقریبا از 78 تا 130 فایل های را که به نهایت فایل های خطرناک است در تلفن تا نصب میکنه براوزر تان را تقیب میکنه ایمیل تان را تقیب میکنه کانتکت های تان را میگیره و با سرور فیسبوک ایره کل لگش کاپی میکنه و لوکیشن شما را یاداشت میکنه لحظه بلحظه در هر جا که باشین که شما کجا کجا رفتین چی کردین چی نکردین تمام از ایره فیسبوک داده در دا دا موقع خود سرور خود رستور میکنه و حتی اگر شما ای بی داشته باشین در تلفن تان یعنی ار اپلیکیشن که داشته باشین فیسبوک پاک از نوز این در تو در داخل تمام از چی میکنه یک دفعه داخل میشه یک سنف میکنه میبینه که شما چی چی کارا میکنین و این خیلی خطرناک است ما پروگرام جدید فیسبوک ها که انستال کردم ما یک پروگرام دارم در اندروید که داخل میشه و تمام چیزهایی رو چک میکنه این پروگرام که ما در دا تلفون دارم این آنالیز میکنه تمام پروژیکت هایز را آنالیز میکنه که کجا کجا میره در جی پیس تان داخل میشه در پروگرام های تن داخل میشه مثل یک پولیس وری مثل یک گارد وری اونجا استاد است هر چیز را که در تلفونتان شما نصب بکنین آجل که در تمام موارد زیر چک میکنه مثلا شما در یوتیوب اگر یک چیز بپالین در باره آشپزی یا یک چیز دیگه فیسبوک وقت از خبر میشه برادرتان خوارتان در پالیتان شده و خبر نمیشه جناب فیسبوک وقت خبر میشه خب این مسائل فیسبوک است اما وقتی که واتساب مربوط فیسبوک شد فیسبوک هم میخواه که تمام زیره کنترل بکنه و خود دفتر فیسبوک تحت انفلوینس سازمان استخباراتی امریکا هست و واتساب هم تحت پوشش فیسبوک هست و چند وقت پیش پرایویسی خدا و تمام چیزهای خدا چینج کرده تغییر داد یک اپدیت خاص کرد بر مردم داد که اینو کارا را ما میکنیم و دیروز طرف های ساعت های یک بجه بود که فیسبوک باز یک پروگرام دیگر را شروع کرده که چون دید که بسیار مردم از این ترسیده و شاید مردم رها کنه شبکه فیسبوک و شبکه واتسپ از او خاطر گفت نه 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 ما این کارا نمی کنیم فقط اما تمام دیتا شما می آید در سرور ما سیف میشه اما ما کال لاگ های شما را محاوره شما را هیچ کدام شما نمی گیریم و چنین نمی کنیم ای پرایویت هست بخاطر اینکرپتد هست و اینکرپت شدگی هست در تلفون تان هست این به مخاطری گپ هزد ای بایانی را فیسبوک تا مردم پس دوباره دلگرم بسازه اما ما باز هم داخل شدم در برنامه واتساب و می بینم که واتساب در تلفن ما در بگراوند کار میکنه نو کار که آماده باشه که کسی پیام برات روان بکنه پیام تیز بگیره یعنی بیدار باشه ایرا به نام بیداری میگن ویک اپ میگن برام بیداری که پروگرام خودش بیدار است یعنی هر کسی که زنگ بزنه یا پیام میفرسته او رو بر امور میگیره برات و بر تو بیپ میکنه نخیر میبینیم که فیس فیزب... واتس اپ در بک‌گراند تقریبا دو سه مگابایت در یک ثانیه انتقال داده دا کدام جای و ایرا کردم آی پی دیدیم که در سرور خود فیسبوک انفارمیشنه که ما در اپ استفاده میکنم او را استور کرده رایست پس اینا دروغ میگن دیروز با واس فیزی که یک بیانه اینا در تمام اخبار جهان در تمام روزنامه ها و این آن در پریس کانفرانس اینا دادند و گفتند که نه ما ایتنا میکنیم و چونی میکنیم و میکنیم شما بلکل رست شورد خاطرتان جمع باشه که ما اصلا دیتای شما رو با کس شیر نمیکنن بله با کس شیر نمیکنی اما در سرور فیسبوک تمام از این شیر میشه تمام از اینفورمیشن در سرور فیسبوک شیر میشه و قابل ترس است از مو خاطر ترکیه اعلان کرد که تمام مسلمان های جهان گفت که ما یک برنامه ای که از واتساب که بیتر است بنامه بیپ بی آی پی که هم در اندروید است و هم در آیفون است ما این را اندازی کردیم که دیگر تمام مسلمان جهان از استفاده بکنن و اینا در قصه فیسبوک و میسبوکی اجرا نشند دقیقی یک حرکت خوب است اما شاید ترکیه هم مسائل خود داشته باشه اما معلوم نیست که اینترنت که در ترکیه تنبیل میشه ای, ای تمام از این در www.com .com, .com که از امریکاست جهانی هست و مرکز از یا در سیلیکان ولی در سان فرانسیسکو هست پس هر کاری که کنید دوباره در دات کام ختم میشه ولو که دات تی هم باشه ترکی هم باشه دیگه باشه این بعض مشکلات خود خلق میکنه برای فعلا یگانه چیزی که بسیار مسئول است برای ما شما تلگرام است که تلگرام مربوط روس ها هست و این با آسانی حکم نمیشه و این مربوط روس ها هست و این بعض چیزهای خود سیفم میکنه اما باز هم ام، مشکلات خودت داره دیگه فیسبوک فعلا اعلان کرده که تا 4 فوری دیتا را شیر نمیکنه اما من وقتی که امتحان کردم در برنامه که ما در اندروید انداختیم میبینم با واسطه فیزی که من از اپ استعمال نمیکنم بسیار فایل ها از طریق اپ خودش در بگراند اپلود میشه در یک سرور بسیار دور و اینه من چک کردم که سرور فیسبوک است پس از این معلوم میشه که کال لاگ ها ویدیو کال ها بعض از مسیج ها و سوتی ها ممکن است که در سرور فیسبوک اینا تمامش سیف شده و چون خود واتس ای را انکریپت میکنه و خود اپ میتونه ای را دکریپت بکنه این کدام معنای نداره که بگه که نه شما تشویش نکنین تمام دیتا شما انکریپت کردگی است اگر انکریپت هم میکنه، خود دکرپشن پیش شما هست کدش پیش خودش هست اینا میتونه پس دکد بکنن وقتی یک چیز این نفر انکود میکنه دوباره دکود میکنه so also it doesn't make any point <laughs> خیلی مشکل است که دیگه بار آدم اینا را بالایشان اعتبار بکنه پس قابل اعتبار نیست بهتر همی که آیستا آیستا آیست آدم به یک پلتفرم دیگه کوچ بکنه و برای فعلا ما بالای بپ کار داره. که داره ایستم تحقیقات مجریان داره میبینم که بپ چی میکنه که مربوط ترکیه هست برای فعلا خب ما چیز دو تا بال نیافتیم مسئول است چون یک پلتفرم جدید است و تمام فسیلیته و سهولت واتساپ داره پس اگر او بهتر باشه چرا نه چرا نه چرا از مسلمانان خود ما ما پشتیبانی نکنیم اقلا اگر هر چیز بفهمن خب مسلمان ها میفهمن و شاید فیسبوک برای ما بعض موانع و مشکلات ایجاد بکنه مثل که فعلا در بعض از تلفونا بعض برنامه هایی که فیسبوک خودشان طرح کردن و دیزاین کردن در بعض از تلفن‌های آیفون اصلا کار نمیکنه و اینا را فلچ کردن تا دوزه کار نکنه به خاطر از که او پروگرام هایی که اینا پیش میبرن در آیفون های سابقه هست که او آیفون های سابقه میتونه که ایره حک بکنه فیسبوک و مسائل واتساپ هک میکنن. پس واتساپ های هک شده و فیسبوک های حک شده در رو تلفن های آیفون کار نمیکنه حتی آیمی های همون تلفن ها را اینا ریپورت کردن که اصلا این برنامه ها دعابت نتانه که در داخل و از استفاده شد از خاطر چینایی ها اونا خودشان برنامه های خودشان دارن اصلا از واتساپ این استفاده نمیکنن هم برنامه خودشان مثل واتساپ برای یک چیز بنامه کیک از استفاده میکنن اصلا اونا واتساپ استفاده نمیکنن اکثرت مردم جاپان و چین واتساپ ها نمیشناسن اصلا استفاده نمیکنن از این. و اونا برنامه های خودشان را ها دارن خب این از مشکلات که فعلا خلق شده و قسمه که معلوم میشه اینا هم و که دیروز اعلان کردن که نه شما به تشویش نباشین ما تمام چیزهای شما را که شما با یک دیگر روان میکنین دیتا شما را ما استور نمیکنیم این در تلفن خودتان انکریپتد سیفد می باشه اما ما را باور کرده نمیتونم به خاطر که ما میبینم که دیتا بسیار زیاده و ما ترافیک اینترنت در تلفن خود چک کردم میبینم که بسیار دیتا زیاده در بگراند از تلفن من میره و ما این را کنش بلاک کردم به خاطر که ما در تلفنم یک برنامه دارم که یک برنامه بسیار قوی فایروال است به نام ای اف فایروال از استفاده میکنم که اوتگوینگ وقتی که تلفن استفاده نمیکنم اوتگوینگش گوینگ کلی بلاک میکنم و صرف انکامینگ میمونم که کسی برام پیام بده یا زنگ بزنه انکامشان بیه و وقتی که میخواستم دوباره جواب بدم باز اوت گوینگ ما ریلیز میکنم برای فعلا از دیروز تا بالا من بیکار میکنم بخاطر که میخوایم میره چک بکنیم که چقدر اینا در گپایی که میزنن صادق هستند اما متاسفانه که اینا صادق نیستن اینا کذاب هستند و دروغ میگویند دیگه ان در مورد بپ که برنامه ترکیه هست و این برنامه خیلی خوبه هست و بسیار فسیلیت های خوبی داره سر از کار کرده هستم انشالله یک هفته بالاش کار میکنم میبینم که چه خوبی ها و مزیت داره ان و سکیوریتی از راه هم با شما شریک میسازم و امید است که این پیامی که برای شما از دادم مفيد بره المقيشة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته